سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیزتون. متشکرم از زمانی که در اختیار من قرار دادید. به اعتقاد من حتی عضویت رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی در سازمان ملل شرم‌آوره، چه برسه به اینکه نماینده این رژیم بخواد به عنوان نائب رئیس مجمع عمومی سازمان ملل انتخاب بشه. اما تصور میکنم که این انتخاب دلیلی داشته و اون دلیل هم اینه که سازمان ملل هنوز باور داره که میتونه این رژیم رو با فعالیت‌های مدنی و مسالمت آمیز تغییر بده. در واقع سازمان ملل امیدواره که بتونه این تغییر رو ایجاد کنه در بستر این رژیم، و این تفکر هم یکی از فعالیت‌های نایاک و فعالیت‌های صادراتی های رژیم ناشی شده و یکی هم از فعالیت‌های کسانی که اعتقاد دارن که در واقع این رو اعلام می‌کنن در تریبون هاشون که با سپاه پاسداران مذاکره و گفتگو دارند و بدنه اصلی رژیم با حاکمیت مخالفه، و این باور رو و این امید رو برای اونها ایجاد می‌کنن، یعنی برای کشورهای خارجی و دولت‌های دیگه ایجاد میکنن که امیدوار باشن که بدون هزینه یا با هزینه کمتر بتونن در واقع اینها رو یا کنار بذارن یا باعث تغییر رویهشون بشن. در صورتی که همونطور که ما میدونیم و نیروهای انقلابی بارها این رو گفتن، این رژیم به صورت کامل تغییر ناپذیره و این انقلاب، اگرچه ما تمایل نداریم که کسی کشته بشه، کسی زخمی بشه، کسی تبعید بشه، کسی زندانی بشه یا حکم اعدام بگیره، اما این انقلاب لاجرم به دلیل انتخابی که خود رژیم در اختیار ما قرار داده و راهی که جلوی پای ما گذاشته بدون هزینه نخواهد بود. بنابراین نیروهای سلطنت طلب و پادشاهی خواه و شخص آقای رضا پهلوی جز کسانی هستش که به نظر من در این روی کرد سازمان ملل کاملا مؤثر بوده و مقصره. تشکر میکنم از وقتی که در اختیار من قرار دادین. خدا نگهدار.